پس از زمین لرزه مرگ بار پکتیکا و خوست، نهادهای جهانی به کمک آسیب دیدگان پرداختند. این کمک ها به چه نحو توزیع شده و آیا روند توزیع آن شفاف بوده است؟ در حالی که افغانستان با بحران بشری و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، زمامداران حکومت سرپرست گرده همایی بزرگ عالمان دین را برگزار کرده اند. حالا توقعات جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از این نشست چیست؟ و در کل آیا این نشست پایان به بحران های جاری در کشور خواهد بود؟ سلام، من حامد بهرام هستم. آقای دکتر رامز الکبروف، معاون فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری نهاد در افغانستان با ما هستند. آقای دکتر رامز الکبروف، سرپرست نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، تشکر از حضورتان. Let's begin from your travel to Paktika. You have been to Paktika. بیایید از سفر شما به پکتیکا آغاز کنیم. شما به پکتیکا، به جایی که زمین لرزه مرگباری که جان بیش از 1000 تن را گرفته و نزدیک به 3000 تن دیگر زخم برداشتند، سفر کرده و افزار را بررسی کردید. این فاجعه چقدر بزرگ بود؟ How big was the magnitude of the tragedy? I think it is very big. فکر میکنم بسیار بزرگ است. من خانه به خانه و به قریه ها رفتم. اگر شما بر فراز آن پرواز کنید، ساختمان ها به گونه معلوم نمی شوند که ریختن، بلکه می بینید که کاملا از بین رفتن. برخی از بخش های خانه ثابت ماندن و برخی دیگر ریختن. با کودکان یتیم و برخی کودکان دیگر صحبت کردم. این فاجعه بسیار بزرگ است، چون قریه ها در کوهان و اجتماع در آنجا پراگنده است. فاجعه آنقدر بزرگ معلوم نمی شود، اما به هر اندازه‌ای که به داخل قریه می روید، شما تخریب های بسیار جدی را می بینید. It doesn't seem like that from very beginning, but more you go into the inside, you see a very serious devastation. And you have mentioned on your social. شما در صفحات اجتماعیتون گفته اید که گروه کمکی شما در آنجا حضور داشته و تلاش دارند تا مردم را کمک کنند. اکنون چی نوع کمک را به آسیب دیدگان ارائه می کنید؟ So we have dispatched a number of caravans from here, from our central warehouses. ما شماری از کاروان ها را از مرکز و گودام های ما ارسال کردیم. شماری زیادی از خیمه ها، مواد غذایی به شمول روغن، گندم، برنج و جواری شامل این کمک ها هستند. خیمه ها بزرگ بوده و به عنوان سرپناه برای یک خانواده کافی است. کمک های ما شامل لوازم آشپزی و همچنان پول نقد به افغان هاست که معادل آن $300 آمریکایی می شود. این بسته کمک هایی است که یک خانواده را برای 3 ماه تمویل می کند. It is a holistic package to support a family for about 3 months. And you have appealed recently $110 million. و شما بعد تازگی $110 میلیون را برای آسیب دیدگان درخواست کرده اید. تاکنون چه مقدار را دریافتید و آیا فکر می کنید که آن را به دست خواهید آورد؟ Honestly speaking, specifically after the announcement. صادقانه بگویم پس از اعلام این مقدار ما کمک های زیادی دریافت نکرده ایم. کمک های از سوی بریتانیا فراهم شده است و به ما نشانه های از تداوم این کمک ها دادن. جمهوری کره نیز از کمک ها به ما گفتند. اتحادی اروپا و همچنان آمریکایی ها به ما از فراهمسازی کمک ها گفتند. فعلا گفته نمی توانیم که این کمک ها به چه میزانی و مقداری خواهد بود، اما امیدواریم که آن را دریافت بکنیم. در کل افغانستان به اندازه از نیازمندی هایش را دریافت نکرده است. ما در آغاز سال گفتیم که این اوضاع نیاز به $4 میلیارد دارد، اما تا اکنون نزدیک به 53% آن را دریافت کرده ایم و همه این پول ها را در اختیار نداریم. At this point in time we still don't have all the money. At the banner of this year, United Nations appeal for $4 billion. سازمان ملل متحد در آغاز سال جاری به $4.4 میلیارد درخواست کرد و به گونه‌ای که شما گفتید یک مقدار کمی آن را دریافت کرده اید. پرسش این است که چرا رفتار دوگانه‌ای وجود دارد و کشورها که تعهد می کنند اما در واقع کمک نمی کنند؟ مسئله دوگانگی سازمان ملل متحد نیست. فکر می کنم تمویل کنندگان
مقدار کمی را کمک میکنند، چون بحران‌های بزرگ در جهان رخ دادند. بحران اوکراین بیشتر منابع را به خود اختصاص داده است و مشکلات دیگری نیز در مکان‌های دیگر وجود دارند. روشن است که مشکلات افغانستان نیز آسان نبوده و میزان کمک‌هایی که در گذشته بوده حالا وجود ندارد. اما باید بگویم که هنوز هم و منابع وجود دارند و باید از آنها به گونه بهتر استفاده کرد. صادقانه بگویم زمانی که به اوضاع افغانستان نگاه میکنم، این بحران بشری هیچ زمانی به پایان نخواهد رسید. اما اینکه کارهای دوامدار را برای مردم ایجاد کنیم تا آیدی داشته باشند و مشکلاتشان را حل کنند، باید به گونه متفاوت بیاندیشیم. همواره گفته شده است که باید مکانیزم ها روی دست گرفته شود که بر بنیاد آن مردم بتوانند آید دوامدار داشته باشند. آیا شما، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کار برای عملی سازی این مکانیزم را آغاز کرده اید؟ This year we are doing more emphasis and moving forward. بله، ما انجام داده ایم. امسال تاکید بیشتر ما بر زراعت و سیستم غذایی به عنوان یک عنصر ایجاد کار به خانواده ها و فرصت های کاری مساویانه به زنان و مردان و همچنان وصل نمودن مردم با بازار است. ما برای زراعت تعویضی در برابر کشت کوکنار و مواد مخدر کار خواهیم کرد. همچنان بر کارهای خرد ریزه تمرکز خواهیم کرد. اگر بتوانیم در سالهای آینده موفق به ایجاد حداقل 2 میلیون شغل شویم، این فرصت‌های زیادی و عواید بیشتری را ایجاد خواهد کرد و از بار بشری اجتماع‌ها کاسته خواهد شد. حقیقتاً آغاز این کار بسیار ساده نیست. من به پکتیکا سفر کردم و با نگاه به آن ولایت، اجتماع در 200 سال پیش و قرن 17 زندگی می‌کنند. هیچ چیز وجود ندارد. برق، سرک‌های ارتباطی، اینترنت وجود نداشته و زیرساخت‌ها بسیار ابتدایی هستند. Look at the Paktika and what do you see? It's the societies are living in 200-300 years back. It's like 16th-17th century. There is nothing, no electricity, no connection to the roads. Roads are very poor. There is no internet and the infrastructure is very basic. جامعه جهانی برای 20 سال در اینجا حضور داشت و مردم تاکنون به این امکانات ابتدایی دسترسی ندارند. حالا شما کیها را مقصر اوضاع کنونی در کشور می‌دانید؟ You know, we can blame anyone we want. And what I find is, I'll be very frank. I've been here for a number of years now. شما می‌دانید که ما می‌توانیم هر کی را که بخوایم مقصر می‌شماریم. من برای چندین سال در اینجا بودم. درک کردم که بسیار زود می‌خواهیم یکی را مقصر بدانیم. فکر می‌کنم که باید همه خود را مقصر بدانیم. اما بهتر از مقصر شمردن این است که بدانیم چه بهتر سودمند واقع شده است. من فکر نمی‌کنم کسانی که به افغانستان آمدند و یا آنانی که در اینجا تلاش کردند نیت نادرست داشته بودند. در واقع آنان می‌خواستند کمک کنند. ارزیابی از کارکردهای گذشته و اینکه چه بهتر و سودمند واقع شده است و آنچه سودمند واقع می شود کمک های مستقیم به مردم است. And coming back to the Paktika earthquake, homes were partially destroyed or completely destroyed. There is no health center facilities and دوباره به زمین لرزه پکتیکا برگردیم. خانه ها یا به گونه کامل و یا هم نیمه تخریب شده اند. مراکز صحی وجود نداشته و مردم دسترسی به امکانات اولیه بشری را ندارند. دکتران خانم نیز وجود ندارند. آیا برنامه برای رسیدگی به مشکلات طولانی مدت آنان وجود دارد؟ Any plan for resolving these issues? Of course. Fundamental point is that the model which we have to put in place. مسلماً از نقطه نظر فکری باید طرحی را که شامل بهبود اقتصاد بر اساس سیستم زراعتی که از سوی بهداشت و آموزش پشتیبانی می شود اجرا کنیم. این اساس پیشرفت هر جامعه است. در این مقطع زمانی می دانیم که محیط کنونی، تحریم‌ها و هر آنچه که در آن کار می‌کنیم باعث پیشرفتی دائمی نمی‌شود. با این حال، برخی از عناصری وجود دارند که ما آن را می‌توانیم استفاده کنیم و آن شامل تمرکز به قریه‌ها،
کشت، غذا و فروش آن به بازار، فراهمسازی خدمات بهداشتی و آموزش مساویانه برای پسران و دختران، نه اینکه دختران از آن مستثنا شوند، تا اینکه ما پزشکان و آموزگاران زن و مرد داشته و فرصت‌های مساویانه اقتصادی برای همه داشته باشیم. این حتی در چنین شرایط امکان پذیر است و فقط نیاز به روش درست دارد تا کار مطابق محتوا و بر مردم تمرکز داشته باشیم. Most of the people they complain that they do not receive equal food items from the UN agencies. بسیاری از مردم شکایت دارند که آنان کمک مساویانه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد را دریافت نمی کنند. آیا روند نظارت از کمک‌ها وجود دارد؟ The assistance to the affected people. I was there myself. There was plenty of aid available and available for everybody. Community elders, representatives from entire من خودم در آنجا بودم و کمک‌های زیادی برای همه در دسترس است. بزرگان اجتماع و نمایندگان قریه‌ها و همچنان ناظران در مراکز توزیع وجود داشتند. توزیع کمک‌ها مطلق نیست و می‌خواهم آن را تشریح کنم. به گونه مثال به یک قریه رفته و برخی از خانواده‌های مشخصی کمک دریافت می‌کنند و برخی دیگرشان کمک دریافت نمی‌کنند. می دانیم همه نادارند و معیارهای کمک رسانی نشان می دهند زمانی که هیچ کسی از یک خانواده شغلی نداشته باشند تنها فقیرترین آنان کمک دریافت می کنند. باید توضیحات بیشتر درباره قواعد کمک داشته باشیم و کمک های ما در مناطق زمین لرزه کمک های مطلق بوده است چون همه آسیب پذیرند. بنابراین می خواهیم همه این ادعا مبنی بر عدم شفافیت را به چالش بکشانیم. ما بسیار شفاف کار میکنیم و با رهبران محلی در تعامل هستیم. هر کس میتواند به مرکز توزیع آمده و هر گونه شکایت را در آنجا در میان بگذارد. امیدوارم ملت با افتخار افغانستان متکی به کمک ها نباشد و من برای همین کار میکنم. برای انجام این نه تنها آغاز به بهبود زندگی بلکه نیاز به بهبود معیشت The proud nation of Afghanistan will not be dependent on aid, and I'm working for that. And to do so is for starting recovery of not just lives, but livelihoods. And do you distribute these aids by yourself? I mean, آیا این کمک‌ها از سوی نهاد شما توزیع می‌شود و یا هم در هماهنگی امارت اسلامی صورت می‌گیرد؟ ما با اجتماع محلی، با متنفذین و نمایندگان محلی هماهنگی می‌کنیم. طالبان در آنجا حضور دارند و شاهد توزیع کمک‌ها هستند. این توزیع‌ها در واقع خودمختار بوده و آنان در آن مداخله نمی‌کنند. اما اگر هر کس می‌خواهد از آنانی که کمک و جعبه 300 دلاری دریافت میکنن بپرسند و ما از آن استقبال میکنیم. میخواهیم همه ببینند که کار ما شفاف است و چیزی که ما آن را نمیخواهیم مداخله در شناسایی مستحقین و در توزیع کمک هاست. در غیر آن هر کس و هر شخص میتواند ناظر بر روند کمک ها باشد. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قبلا درباره عواقب عدم حضور زنان و نمایندگی از اقوام در کشور رایزنی کردند. چی واقع خواهد شد زمانی که زنان از حضور در نشست کنار زده شوند؟ تغییر در سیاست سازمان ملل متحد رونما خواهد شد؟ Our policies will not change because of پالیسی های من به خاطر تصامیم مشخصی تغییر نخواهد کرد. اکنون پالیسی‌های ما بسیار محدود شده. ما کمک‌های غذایی و بهداشتی فراهم می‌سازیم و این کمک‌های بشری ابتدایی است. برای انجام کارهای بیشتر ما به یک حکومت به رسمیت شناخته شده و یک ارتباط به جامعه نیاز داریم و این به سود افغان هاست. در حال حاضر ما در یک سطح بسیار پایینی قرار داریم و از موقف نمی شود تغییرات را به میان آورد. نیاز است تا به سطح بالا رفت و بیشتر همشمول و تاثیرگذار بود. مشکلات را حل کرد و نهادهایی که در اعمار زیر ساختها فعالیت داشتند و در سکتورهای گوناگون سرمایه گذاری می کردند را دوباره به کشور آورد. جهان می خواهد ببیند با زنان و مردان
به گونه مساویانه برخورد شده و زندگی دموکراتیک وجود دارد. این همه توقعات جهان است. اگر شما از من بپرسید که آیا من با این تصامیم به توزیع کمک های خود ادامه می دهم؟ بله، من ادامه خواهم داد و اگر می خواهید به شکل جامع کار کنم، نیاز است تا تمویل کنندگان را به خاطر بودجه بیشتر قانع سازم و بگویم که برای این کار محیط مناسب وجود دارد. و شما گفتید که برای هماهنگی بیشتر باید یک حکومت به رسمیت شناخته در کشور وجود داشته باشد. پرسش این است که چیز جامعه جهانی را در حالی که 10 ماه می‌گذرد از به رسمیت شناختن حکومت باز داشته است. First of all, two points very important. We as United Nations don't recognize. در نخست دو نکته بسیار مهم است. ما به عنوان سازمان ملل رسمیت شناختن کارمان نیست. این اعضای دولت ها هستند که تصمیم می گیرند که به رسمیت بشناسند یا خیر. سازمان ملل متحد نهاد است که از یک سو با پروتکل های سیاسی و از سوی دیگر با کمک ها سر و کار دارد. ما کار به رسمیت شناختن را نمی کنیم. این اعضای دولت ها هستند که این تصمیم را اتخاذ می کنند. اگر بپرسید که اعضای دولت ها به خاطر به رسمیت شناختن منتظر چیند، آنان به دنبال اینند که آیا ساختار حکومت انتخابی است یا نمایندوی، آیا حقوق بشر را رعایت می کند یا خیر، و از این قبیل موارد دیگر. روند به رسمیت شناختن شامل تحویلی اعتبارنامه از طریق روند قانونی سازمان ملل از سوی اعضای دولت ها به پیش می رود، نه سوی ما. این یک روند میان دولت هاست و همواره مردم آن را با گفتگوها اشتباه می گیرند. این که سازمان ملل به رسمیت می شناسد یا خیر مربوط به ما نیست. بخش دوم سوال این بود که سازمان ملل متحد در این راستا چه کاری را می تواند انجام دهد. سازمان ملل متحد می تواند یک میانجی صادق باشد. ما در اگست سال 2021 در اینجا باقی ماندیم و هر آن کس که در اینجا در آن شرایط سخت باقی بماند یک تصمیم داوطلبانه را اختیار کردند. به خاطر باقی ماندن در اینجا ما به کارهایی که انجام نداده ایم مقصر شمرده شدیم. غالبا از ما پرسیده می شود که ما چرا اینجا هستیم؟ با طالبان کار میکنیم. حقوق زنان را فراموش کرده ایم. ما حقوق زنان و حقوق مردم را فراموش نکرده ایم. در اینجا هستیم و درباره آن صحبت میکنیم. ما همچنان با نهادها صحبت میکنیم تا به مردم خدماتی را فراهم بسازند. ما به خاطر ماندن در اینجا مقصر شمرده شده ایم. اما ما در واقع خداوند را در کنار خود داریم. چون این کار درست که برای مردم انجام میدهیم. بنابراین چیزی که ما آن را انجام میدهیم به آن ادامه خواهیم داد. ما خدمات اجتماعی عرضه کرده و مردم را کمک خواهیم کرد. بهترین تلاش خود را به افغانها انجام خواهیم داد. اما در روند سیاسی ما میتوانیم مشوره بدهیم. ما میتوانیم بگوییم که این چیز مهم است و به آن توجه کنید. حالا این مربوط مقام های افغانستان می شود که آنها را انجام می دهد و دیگر آن مربوط اعضای دولت ها می شوند که به رسمیت بشناسند. آنان به اساس مشوره های شما تصمیم خواهند گرفت. با نظر داشت اوضاع کانونی چی مشوره می دهید؟ تا می توانید مردم را در حکومت شامل کنید. همه شمول باشید. فضا را برای آموزش زنان و کار آنان ایجاد کنید. و این راه را برای بهترین تصمیمات آماده می سازد. This will go a long way for the whole world to see the best of the in one of the main and sensitive issues right now the Afghans you know even the United Nations always یکی از موضوعات حساسی که سازمان ملل متحد نیز همواره نشست‌های درباره آن برگزار می‌کند بسته بودن مکتب‌ها برای میلیون‌ها دختر است. شما آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من رفتم و آنان گفتم که من برادر شما هم مسلمانم و از همین منطقه هستم. به عنوان یک مسلمان و برادر لطفاً مکتب‌ها را باز کنید. لطفاً ما را به عنوان جامعه جهانی کمک کنید تا ما شما را کمک این that might be a personal kind of a این یک درخواست و توقع شخصی شماست. حالا از موقفی که شما دارید چی؟ Like from the position that you have
ما از موقفی که داریم عین چیزها را به بحث میگیریم. ما تا میتوانیم پشتیبانی میکنیم. آیا کدام چراغ سبز مبنی بر بازگشایی مکتب ها وجود دارد؟ چیزی گفته نمیتوانم. زمانی که ما با آنان گفتگو میکنیم هماره میشنوم که میگویند مکتب ها در 12 ولایت بازند و به زودی در ولایت های دیگر باز خواهند شد. برخی از مشکلات تکنیکی وجود دارد و پالیسی مخالف در برابر بازگشایی مکتب ها وجود ندارند. چیزی که میشنوم این است که میگویند آموزش حق انسانی است که مقام ها مخالفان نیستند. من میخواهم همه اینها را در عمل ببینم، چون میخواهم دختران را دوباره در مکتب ها ببینم. من در پکتیکا بودم و با دختران صحبت میکردم. یکی از دختران که در آنجا استاد بود مادر و خواهرش را از دست داده بود و این بسیار مشکل است. من به او یک بکس از غذا دادم و احساس شرم کردم و آن بکس غذا برای امروز او سودمند بود. اما نیاز داریم تا به او آینده بدهیم، آینده مملو از عزت و احترام، آینده ای که او بتواند قدرت خود را در آن تحقق ببخشد، آموزش ببیند، یک عضو قابل احترام جامعه خود باشد، یک مادر، خواهر، آموزگار و با عنوان یک شخص سالم پیشرفت کند. این هدف ماست. من چیزهای دیگر در اختیار ندارم، اما میتوانم به عنوان یک مسلمان و یک کسی که از همین منطقه است میپرسم که مکتب ها را باز کنید و امیدوارم این به زودترین فرصت اتفاق بیفتد. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت سفر بر برخی از اعضای امارات اسلامی از جمله وزیر تحصیلات عالی و معین وزارت معارف اعمال کردند. این چقدر بر بازگشایی مکتب ها در افغانستان تاثیر خواهد داشت؟ یقینا اگر مکتب ها بازگشایی شوند کار مثبت خواهد بود. اگر مکتب ها بازگشایی شود و ببینیم که به زنان فرصت داده می شود، ما نیز در موقف بهتر برای پول بیشتر از تمویل کنندگان ما دادخواهی کنیم. یا اینکه برایشان بگویم که مکتب ها بازگشایی شدند و فرصت ها وجود دارند. واکنش آنان مثبت خواهد بود. زمانی که اعلام شد که بازگشایی مکتب ها به تعویق افتاد، برخی از تمویل کنندگان از تمویل دست کشیدند و ما را بیشتر تمویل نکردند. و تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روابط میان سازمان ملل و افغانستان و بازگشایی مکتب‌ها تأثیر خواهد داشت؟ این یک سوال مطلق است که آیا تأثیری بر روابط خواهد داشت یا خیر. مسلماً آنانی که از سفر باز داشته شدند خرسند نیستند و از سوی دیگر همه باید کار خود را انجام دهیم. مقام ها تضمین کنند که مکتب ها بازگشایی شده و کودکان دوباره به مکتب ها می روند و ما نیز باید برای فراهم سازی کمک به مکتب ها تنظیم کنیم. صادقانه بگویم که ما دوباره در یک نقطه خواهیم بود و این نقطه بسیار ساده است. مکتب ها را باز کنید. با این تصمیم طالبان یک موقف سختی را در برابر جامعه جهانی خواهد گرفت؟ امیدوارم چنین نشود. ما نیاز به فهم بیشتر داریم، نه به موقف گیری های سخت. نمیدانم که آنان چه موقفی را اختیار خواهند کرد، اما امیدوارم که این گونه نشود. ما نیاز نداریم تا موقف‌های ملامتگونه را در برابر همدیگر داشته باشیم. نیاز است تا بر یک اجندای مشترک کار کنیم. احتمالاً ما نظریه مشترک بر همه چیز نداشته باشیم، اما نیاز است تا بر کارهایی که مردم به آن نیاز دارند تمرکز کنیم. شما درباره آموزش میپرسید. این یک نیاز مبرم و یک حق مهم بشری است. بنابراین بیایید آن را عملی بکنیم. برخی از گزارش‌ها درباره کشتارهای فراق‌قانونی و شکنجه در بلخ‌ها به ولایت سرپل وجود دارند. این مسئله به شما به عنوان سرپرست سازمان ملل چقدر نگران کننده است؟ بسیار نگران کننده. ما همه گزارش ها را میبینیم. ما با مقام ها درباره همه کشتارها، نقض حقوق بشری، اتهام ها بر شکنجه و حبس گفتگو میکنیم و متوجه همه قضایا هستیم. ما همچنان گزارش خود را درباره حقوق بشری منتشر خواهیم کرد، چون این یک بخشی از کار ما در هر کشوری که حضور داریم است و آن را نظارت میکنیم.
اگر در گزارش شما مقام های کنونی به عنوان ناقضان حقوق بشری شناخته شوند، گام بعدی چی خواهد بود؟ ما آن را گزارش کردیم و همچنان آن را محکوم میکنیم. تنها محکوم؟ بله، یقینه. دست به اقدام عملی نمیزنید؟ من نیروهای نظامی ندارم و قانون را من تطبیق نمیکنم. وسیله نفوذ، فشار؟ افغانستان قبلا تحریم شده است. بانک ها مسدودند. مردم تحریم شدند. حکومت مشکلی ندارد. مشکل همین است. دو جعبه که من در دست دارم، کلام های صادقانه من و درخواست برای وقار بشری در عرصه جهانی است. خب، اگر کسی کاری درست را انجام می‌دهد باید ستوده شود و اگر کاری غلط را انجام می‌دهد باید گفته شود که نادرست است. زمانی که به پکتیکا رفتم، من همه مقام‌ها را به خاطر ارسال تیم و همه چرخبال‌ها برای کمک به مردم ستایش کردم. ما باید در گفتار ما معتدل باشیم و شما موضوعات دیگری را در گزارش‌های ما خواهید دید. ما این موضوعات را بسیار صریح با مقام ها بحث میکنیم. اکنون برخی از گروه ها در افغانستان در برابر مقام های کنونی می جنگند. آیا شما احتمال وقوع یک جنگ داخلی را احساس میکنید؟ امیدوارم که این چنین نشود. من آنقدر سطح استخباراتی ندارم که از جنگ ها بدانم و یا درباره آن تفکر کنم، چون من درباره آن نمیدانم. اما افغانستان جنگ کافی را تجربه کرده است. به اندازه کافی برادر برادر را کشته و قریه ها با آتش کشیده شدند. امیدواریم این ملت جرأت آن را کند تا با هم نشسته و همه تفاوت‌ها را به روش محترمانه و صادقانه حل کرده تا همه در صلح زندگی کنند. افغانستان جنگ کافی داشته است. با توجه به اوضاع کنونی در افغانستان، یعنی با این بحران بشری و اقتصادی، ما با کدام سمت در حرکتیم و آینده چگونه است؟ من خوشبین متولد شدم. اگر خوشبین نیم بودم، حالا در اینجا نبودم. مردمانی هستند که بدبینند و بسیار ساده است تا بدبین بود. بنابراین آخرین چیزی که من از دست خواهم داد امیدواری است. من و همکارانم که همین اکنون در پکتیکا هستند و در زیر آسمان خالی میخوابند، اطمینان میدهیم که باید از اساس برای احیای اقتصاد افغانستان کار کنیم. این کشور را از فقر قرن بیرون بیاوریم و به افغانها کار و عزت ببخشیم. این یکانه راه برای جلوگیری از جنگ خواهد بود. شما افغان هستید و بهتر از من میدانید که بیشتر اوقات مردم گزینه ای برای انتخاب ندارند. ما به عنوان مخلوقات خداوندی میدانیم چی درست و چی نادرست های را انجام میدهیم. بسیار از مردم آن را میدانند. بنابراین بیاید حتی در چنین شرایط امیدواری و آینده را برای افغانستان ایجاد کنیم. اگر چنین کاری را نکنیم، گزینه های ما بسیار وحشتناک خواهد بود. امیدوارم به پرسش شما پاسخی ارائه کرده باشم. آقای دکتر رامز الاکبروف، سرپرست نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، تشکر از حضورتان. تشکر از دعوت شما. بسیار تشکر. Thank you.